سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا که این شانس رو دارم بازم در خدمتتون باشم بحث هایی که این روزها خیلی از جاهای دنیا مطرحه بحث انتخابات یا در ایران بحث انتصابات به هر حال من که در فرانسه زندگی می کنم این چند ماهه گذشته البته اگرچه تاریخ دقیق ترش رو بخوایم بگیم برای انتخابات سه چهار روز گذشته از سه سال پیش همه بحث ها آغاز شده بود همه مسائل مطرح می شد بین احزاب بین کاندیداها مسائل مختلف زندگی مردم در فرانسه ده مسائل ده سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی همه اینها در این دو سه ساله مونده به انتخابات مورد بحث قرار می گرفت این چند هفته گذشته که نزدیکتر شدیم به انتخابات و دو کاندیدای مشخص و رسمی برای اینکه مقابل همدیگه بنشینن و به سوالاتی که از طرف مردم فرانسه از اونها میشه پاسخ بدن خیلی خیلی ده مباحث جالبتری بود و لحظه ای آدم رو از جلوی تلویزیون دور نمی کرد که آدم ببینه به حال چی داره میگذاره تو این کشور روز آخر به هر حال این دو کاندیدای ریاست جمهوری یکی از گروه میانه و یکی از گروه راست افراطی آقای مکرون و خانم لوپن جلوی هم نشستند و دو ساعت و نیم این مباحث مختلفی که مطرح می و مشکلات جامعه فرانسه بود در رابطه با اینها بحثش وجود داشت و اینها پاسخ خوش بودند. خب حالا اگر که به این ترتیب نگاه بکنیم میبینیم که این مباحث خیلی خیلی بحث های جدی رو دنبال میکرد نه بحث اینی که فقط و فقط مثل مناظره تلویزیونی در داخل ایران که بنشینن یکی به نفع احمدی نژاد حرف زنه یکی بر ضد اون حرف زنه یکی فحش به این بده یکی فحش به اون بده هیچ کدوم اینها نبود ببینید من با دقت وقتی گوش می کردم. به عنوان مثال یکی از نمونه های خیلی زنده این بحث بحث بچه ها بود بحث بچه ها بود و نحوه ده ادامه ده تحصیلات این بچه ها و وقتی که این آقای مکهون همین که فعلا رئیس جمهور هست مسائل رو ازش سوال کردم و باز کرد من به شما بگم ببینید که چه تفاوتهایی وجود داره این بحث این نیست که ما در چه کشوری زندگی میکنیم این بحث اینه که ما در برنامه هامون از چه برنامه هایی تبعیت میکنیم دنبال چی میگردیم و به چه شکل میخوایم این رو ادامهش بدیم خب وقتی که ایشون آمد و این بحث رو در مورد آموزش و پرورش باز کرد یک مدل درست کرد تو همون چند دقیقه ای که وقت داشت اون مدل این بود که یک بچه به دنیا میاد به کودکستان میره اینقدر بچه کودکستانی داریم ما برای کودکستان در برنامه آینده آیندهمون چه می این دبستان وارد میشه ما در دوره دبستان اینقدر دانش آموز دبستانی داریم این هزینه رو براشون می کنیم چه کمبود هایی رو داریم چه می و این بچه میتونه به کالج و دبیرستان بره و وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شد یعنی دیپلم گرفت خب میخواد پا به دانشگاه بگذاره اون موقع نیازهای کشور چیه ما در این نیاز زمینه نیازهای کشور به چه شکل میخوایم که یک سری تخصصها ها رو به وجود بیاریم اگر نداشتیم یه سری کامل بکنیم و در نتیجه این از به دانشگاه وارد میشه به رشته های خاص میره از رشته های خاص فارغ و تحصیل میشه اونجا باید براش کار پیدا بکنیم خب بودجه فرانسه اینقدره بیکاری این اندازه است تولید ما اینه بخش خصوصی ما اینه بخش دولتیمون اینه همه اینها آمار داره همه اینها مشخصات خودش رو داره و یک مدلی رو که این آقای مکرون درست میکرد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و از یک بچه‌ای که به دنیا میاد تا یک بچه‌ای که تمام درسش رو میخونه حالا وارد بازار کار میخواد بشه و ب... به فرانسه چه سرویسی رو میده چه خدمتی رو به کشورش میکنه مطرح شد و بودجه بندی شد این رو ما عینا بیاریم در کشور خودمون نگاه بکنیم ببینیم که خب ما در کشور خودمون چه میکنیم ما در این زمینه به کجا رسیدیم و چه مراحلی رو طی میکنیم نگاه بکنید به همین مناظره های این بار البته هیچ تفاوتی با 38 -9 سال گذشته نکرده هیچ کدوم از این افرادی که در طی این سی هشت سال گذشته آمدن جز فوش به قبلیاشون جز اینی که اون بد کرد حالا من میخوام این کارو بکنم چیز دیگه وجود نداشت به همین معناست که ما میبینیم که وقتی که شما بحث فرهنگی رو میکنید خب در بحث فرهنگی شما ناگزیر باید به مردم پاسخ بدید که توی این بحث فرهنگی چه آسیب هایی رو چه آسیب شناسی رو داشتید جامعه ما در این چهل سال گذشته به کجا رسیده آیا به اینه که اگر امروز انقلابی در ایران لازم باشه بدون تردید اولین مرحله انقلاب اخلاقی است به چه شکل شما مسئله فرهنگی رو پیش بردید تا امروز بعد از 38 9 سال میبینید که وقتی یک کسی میگه خب اون 3 هزار میلیارد دزدید اون 12 هزار میلیارد دزدید اون 40 هزار میلیارد دزدید برای همه تون مسئله خیلی خیلی عادی شده این از کجا سرچشمه میگیره؟ این از همون بخش فرهنگی سرچشمه میگیره که شما فقط فکر میکنید که مسئله فرهنگی همون کشیدن روسری جلوس یا چادر سر کردن اصلا واسه مطرح نیست که مثلا روزنامه گردیان انگلیس چی مینویسه در مورد مسائل میگه حرم حضرت رضا به یک شهر نو تبدیل شده خب این بحث فرهنگی هست یا نیست آیا ما به دنبال این مسئله فرهنگی حرکت می کنیم یا نمی کنیم آیا این به بچه های ما بچه هایی که امروز به قول خودتون از اینترنت دارن استفاده می کنن و این روزنامه ها رو می و این مسائل باش مواجه هستن اینا از تأثیر روشون هست یا نیست اینها وقتی که مثلا میبینن که به دلیل فقر اقتصادی مادر اون خونواده مجبوره به سر کوچه وایسه این بحث فرهنگی هست یا نیست اون زمانی که شما اون بچه رو مجبور میکنید که دروغ بگه این بحث فرهنگی هست یا نیست این بحث اخلاق هست یا نیست خب بحث فرهنگی ما چه چیزهایی توش پاسخ داده میشه غیر از اینکه که چادر تو بیار پایین یا چادر تو نیار پایین یا همچین چیزا بدون که دستگیر میشی بدون که در زندان به تجاوز میشه بدون که شب نگه میدارن یا هر چیز دیگه آقای روحانی میگن که مردم یادتون باشه که اینا میخواستن که وسط خیابون دیوار بکشن آقای روحانی نمیگه که من به عنوان رئیس شورای امنیت ملی خودم در اون جلسه رئیس بودم خب این چه چیزی رو حل میکنه که من بگم اونا میخواستن این کارو بکنن شما میخواستید چی کار بکنید میان به بحث اقتصادی میرسید ما یه آدمی رو توی ایران از دست دادیم مثل دکتر حسین عظیمی دکتر حسین عزیمی، اون اقتصاددانی که تمام هدفها و برنامه در جمهوری اسلامی که با همه بدنامی قبول کرده بود بمونه و حرکت رو به وجود بیاره این بود که اقتصاد رو بیاره در حدی که مردم به یارانه محتاج نشن شما به هر دلیلی حالا من نمیگم که قتل عمد بوده ولی دغمرگش کردید به هر حال حسین عزیمی مرد و شما تونستید کار خودتون انجام بدید بسیاری از اقتصاددانان با ارزش ما الان توی ایران هستند. اونها میتونن راه چاره پیدا بکنن برای اینکه شما بحث یارانه ها رو بردارید بحث تولید رو بحث بحث خصوصی خصوصی رو اینها رو جلو بکشید و مردم رو از این گراپروری که به وجود آوردید نجات بدید بحث من این نیست که بیام بگم این خوبه یا اون بده بحث من این نیست که قضاوت ارزشی بکنم قضاوت در زمانی انجام میشه که من بیام بگم که این بد اون یکی خوبه من امروز میخوام بین سه تا قاتل بیام بگم که این قاتل کمتر کشته یا اون قاتل کمتر کشته ببینید خیلی مشخصه چه شما یک ذره زهر رو بخورید چه یک استکان زهر رو بخورید هر دو شما رو میکشه هر دوش از بین برنده است هر دوش نابودی جامعه است حالا به این ستا کاندیدا نگاه بکنید کدوم یکی مسائل مردم رو مطرح میکنن من وقتی که بحث یارانه رو میشنوم وقتی نیازمندی مردم رو نگاه میکنم خب میبینم از مردم از یک طرف نیاز دارن ولی از طرف دیگه بحث اقتصاد بحث علمی است بحثی نیست که فقط و فقط آدم بگه که من توی ده، 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 نمیدونم کمیته امام میشینم اونجا این کاری میکنم یا فلان کمیته این کار رو انجام میدم به همین شکل رسیده که مردم به اینجا رسیدن امروز درسته که بحث رأی دادن مطرح میشه ولی بحث دموکراسی که مطرح نمیشه که دموکراسی که همش رأی دادن نیست که دموکراسی هزار یک فاکتور داره که مرحله به مرحله شما باید جلو برید شما دارای احزاب هستید که احزاب بتونن نماینده بیرون بدن 1637 نفر داوطلب ریاست جمهوری بودن غیر از 6 نفری که از اول خودتون میخواستید کی رو اعلام کردید اون 6 نفر کیا هستند اگر که کسی باید از طریق شورای نگهبان صلاحیتش بررسی بشه بعد از بررسی بره خدمت رهبر رهبر تایید بکنه بعد بیان به مردم بگید به این شیش نفر رأی بدید بعد بره شورای نگهبان آقای کت خدایی دو روز گذشته چی گفتن میگن که شورای نگهبان در هر مرحله ای میتونه بیاد و نظرش رو عوض بکنه خیلی خوب عوض کردن نظر یعنی چی یعنی همون برنامه ای که طی سالها بحثش مطرح بوده همیشه مطرح بوده شما به کی میخواهید رأی بدید این رو اگر که دقت بکنیم به اون کسانی میخواید رای بدید که انتخاب شدن و رای رو از قبل گرفتن چه شما رای رو تو صندوق بندازید چه رای تو صندوق نندازید همین مسئله است همین جاست دقیقا من به خودم اجازه نمیدم بگم که رای بدید یا رای ندید برای اینکه احترام میگذارم به اون مردمی که میخوان در این زمینه تصمیم بگیرن اونهایی که فکر میکنن این یکی بدتر از اونه یا این یکی بهتر از اونه ولی اگر که هیچ چیزی وجود نداشته باشه هیچ بهتر و بدتری وجود نداشته باشه بین بد و بدتر مثل همیشه باشه باز شما بدونید که اون مرحله آخر این شما نیستید که انتخاب کردید اون رأی که دادید اون رأیی که شمرده شده به هر شکلی من در زمینه شمارش آرا و رأی دادن و صندوق ها هم با شما صحبت خواهم کرد اون مرحله آخره که وقتی که شورای نگهبان میگه بله با این وجود این شخص میتونه قبول بشه ولی رهبر میتونه بگه که نخیر من قبول ندارم همون حرفی که آقای خمینی زده اگر 35 میلیون بگن آری من میگم نه خب پس باز نگیم که من میخوام برم از حق رای استفاده بکنم حق رای زمانی ارزش داره که توی جامعه مطرح باشه و بتونه که جایگاه خودش رو پیدا بکنه من مطمئن هستم که مردم بیشتر فکر خواهند کرد که چه بکنن چه ای در مقابلشون هست سپاس گذارم